چرا همچنان جذابترین و پرسودترین برج‌های کریک هاربر دو تا آدرس های 5 ستاره امارن؟ دلیل اولش اینجاست. این غروب زیبا رو میبینید؟ ما نمای از غروب، دریا، کل اسکایلاین دبی و برج خلیفه و همچنین منطقه حفاظت شده رسول خور و همچنین کل دریاها و خوشگلی‌ها، اینجا ما واحدهایی با 5 سال قسط حتی داریم که آماده تحویلن. اینجا امکاناتشه، برج‌های 53 و 65 طبقه است و با نقشه‌های متفاوت. اینجا یکی از طلایی‌ترین مسیرهای دنیا خواهد بود. چرا؟ اینجا برج آینده کریک در حال ساخته و مسیری که هیچی ویوی ما رو بلاک نمی‌کنه. همیشه آدرس‌ها در بهترین لوکیشن‌ها قرار می‌گیرن. این سیاست اماره. و بیشترین سوداوری همیشه در آدرس‌ها و در پروژه‌های کنار آب بوده. اول بریم از اینجا استخراج رو شروع کنیم. از این قسمت میایم به قسمت امکانات و میریم اون بالا. یک فول فلو رو بهتون نشون میدم با کل خوشگلی‌های آب، غروب، جداف و هر آن چیزی از خوشگلی دبی که داریم دقیقاً اینجاست. بریم استخراج و امکانات رو بهتون نشون بدم. اینجا قسمت استخر با ویوی آب و حالا دیگه بریم بالا. آسانسوری که خارج میشیم، یعنی 65 طبقه است، به طور کلی ما میتونیم به دو سمت، چپ و راست بریم. اونور سمت برج خلیفه است و سمت مخالف میشه برج کریک آینده. به طور کلی فلورپلنی که اینجا وجود داره، نقشه ها به این صورته که دو خوابه ها همیشه در دو جهت هستن. سه خوابه ها اینجا قرار میگیرن و یک خوابه ها اینجا، پس اونم میشه دو خوابه. از اون سمت هم دقیقا به همین ترتیبه، دو خوابه اونوره، یه دو خوابه اون سمت داریم، سه خوابه و یک خوابه. یک خوابه اینجا رو میبینیم، بعد برمیگردیم سه و دو خوابه ها رو میبینیم. اکسس کارت رو میزنیم، در باز میشه، میریم یه خونه فولی فرنیش، اونم با برند آدرس امار با تمامی تجهیزات. اینجا میبینیم که سرویس بهداشتی، آشپزخونه، لاندری با وسایل برقی و این موکت ساخت یوکی، نمیدونم، همه این تجهیزات خاص امار هستن. و اینکه بهترین نقشه ها رو امار برای آدرس های خودش میذاره. یه سرویس بهداشتی بزرگ ببینید، کاملا بزرگ، ویوهای خیلی خوشگلی هم از این سمت، از سوی بالکن ویوهای فوق العاده شو بهتون نشون میدم. هر کدوم ویوها تا حدودی با هم متفاوتن. اینجا من بهتون نشون میدم به کجا میرسه و بریم سراغ واحد دو خوابه رو بهتون نشون بدم. نقشه ها بزرگ، فولی فرنیش. پس ما الان سه خوابه رو میبینیم و بعد میریم در انتها دو خوابه رو خواهیم دید. سه خوابه اینجاست، مرسی. اینجا آشپزخونه شروع داستان ماست. بعد میایم اینجا و سه تا اتاق خواب ها اونجاست. اینجا لیوینگ روم ماست، یه بالکن اینجا داریم با همون ویو ها تقریبا. سرویس بهداشتی اول برای مهمان، اتاق خواب دوباره با همون ویوها، تمام اتاق خوابها همین ویو رو دارن، یا یه سرویس بهداشتی کامل و دوباره ایزن یک اتاق خواب یکم بزرگتر با یک بالکنی و اتاق خواب مستر آخر که اینجاست، خیلی هم بزرگه، دوباره با همون ویوهاست. من فقط قسمت سرویس بهداشتی و قسمت محبوب برای خانم ها رو بهتون نشون بدم و اینجا یه آینه قدی بزرگ. خب اما بریم، دو خوابه ها همیشه در کورنر هستن، یک ویوی متفاوت رو به ما میدن. پس بریم از اون سمت دو خوابه رو هم ببینیم. اینجاست. خب بعد از زدن اکسس باز میشه و وارد میشیم. از همینجا اولین مورد رو اینجا سرویس بهداشتی بزرگ دوباره و اینجا هم که قسمت دوش حمامه.
اینجا برای مهمانه، اینجا اتاق خواب اصلیه، اتاق خواب دوم و لیوینگ روم. بعد میریم خوشگل ترین ویو ها رو اینجا بهتون نشون میدم. اتاق خواب ها اساسا شبیه به همن. اتاق خواب مستر اصلی رو اینجا میبینیم، دوباره بزرگ و شیک. و در نهایت همین ویوهای خوشگل رو اینجا داریم. و در نهایت بریم که لیوینگ روم رو ببینیم. اینجا چون کورنر خیلی عالی، ما ویوهای دو جهت رو داریم، دوباره با همه تجهیزات برقیه. و اینجا ما از فستیوال سیتی رو داریم، کل خوشگلی های جداف و این قسمت موزه لنج ها و یات ها رو داریم، این خوشگلی های پایین، حس و حال اینجا، حتی مارینایی که اون قسمت وجود داره به جز جذابترین لوکیشن های کریک هاربر هستم داریم، سنترال پارک هم اینجا داریم و کل خوشگلی هایی که ما در کریک هاربر میتونیم تصور کنیم اینجا وجود داره. اما این لوکیشن خیلی مهمه که در پایین توضیح دادم. ببینید اگر در انتها بخوایم بریم، میرسیم به برج کریک، الان فونداسیونش انجام شده و دوباره از سر گرفته میشه و اندازه واقعی ما تا برج کریک دقیقاً اینقدر خواهد بود، خیلی نزدیکه. و نکته طلایی اینه که اینجا هیچی ویوی رو بلاک نمیکنه. دیگه اطلاعات بیشتر فکر نمیکنم نیاز باشه، میمونه که کپی پاسپورت، ایمیل و شماره تلفن رو برام بفرستی که من براتون بوکش کنم. میبینمتون همینجا.